شاهرخ خان اسلامی از لای دود اومد عزیزانم. امشب که دارید این ویدیوی زیبا رو میبینید، میخوام بهتون بگم که 40,000 نفر شدیم و برای من یک پوینت بود این قضیه. 40,000 نفر شدیم و بالاخره داریم میریم به سمت 100,000 نفر. شاید براتون سوال باشه، پشت سر همه سوال کنید، سوال کنید، سوال کنید، هزار تا سوال بیاد اینجا که پارسالی تو چی کار میکنی که انقدر موفق و سکسی هستی؟ راز موفقیت من بهتون گفتم دوستان. رازی نداره. یه چیزی هست که درون منه. میدونی چی میگم؟ امروز اومدیم با یک ویدیوی کهکشانی زیبا راجع به خونه آرتیستا. پس دوستا این ویدیو رو شیر کنید تا براتون بگم از این قصه ها. اگر لایک کنید بقیهشو بلد نیستم ها. بلب نیستم. بلب. امروز تو این ویدیو میخوام ببینیم که سلبریتی های آمریکایی چه خونه هایی دارن. حالا آمریکایی یا کانادایی یا هر جایی فرقی نداره. میخوام ببینیم خونه هاشون به چه صورته. بدون معطلی میریم سر اولی. خب آقای دراک. دراک. بله. پاسیو. حیات خلوت. وای وای خونه استبل و نگاه استبلش از کل خونه ما بزرگتر بود. میکروفون رو میخوام بگیرم اینجا صحبت کنم. نگاه کن خونه رو نگاه. این خونه جانیده پا الان شوخی داری میکنی. شبیه کافی شاپ بیشتر. این چیه سلطان؟ دلم گرفت. شبیه هتل های توی رامسر میمونه خونه. چی هست این الان؟ چند تا ورود به پایین بالا پله داره؟ شبیه فیلماش میمونه. این حیات هم نکنه مال ایشون هست. نعومی کمپ بیل. چی هست این؟ دفتر هواپیمایی. خونه رو نگاه. خاک تو سرمون کن. یارو داره تو چی زندگی میکنه؟ شبیه هواپیماست اصلا. شبیه فرودگاهه. اون پله ها رو باید پیاده بریم. همونطور که دارید تو تصویر می‌بینید در این خانه زیبا زندگی می‌کند با این دیزاین عجیب غریب، دیزاین رستورانی. من نمیتونم تو همچین خونه زندگی کنم ناموسن. بیانسه رو نگاه. خونه رو وا. زمین بسکتبال سیاه، درخت ها. این یه خونه دیگه شه. جزیره است. بله بیلی آیلیش هم که خونه توی شمال کشور داره. رشت انگار خونه گرفت. خیلی خونه قشنگی عزیزم. خیلی قشنگه. به به چه بکیاردی. خیلی بده خونهش واقعا. خیلی قشنگه. به به چه بکیاردی. نسبت به خونه بیانسه نگاه کن خونه رو. رابرت دینایان چی؟ باد این باد چرخشا داشت که باش گندم میسابن. چی میگم به اینا؟ شوخی میکنی دیگه سلطان. شوخی هم نمیکنه سلطان. چه زن و بچه هم داری و چه خانواده گرمی داری. هر جایی هستی زیبا باش. خونه کاردیبی آفست. اینو دوست دارم. قلعه تور. کینگ در اتاق. شاه در قلعه. کوین در منزل. این خونه قشنگ مدرن و شیک و لوکسوری. به قول یکی میگفت لوکسوری به لکچری. لژری. او مای گاد لوکسوری. جان تراولتا هواپیماست تو پارکینگ. چی شد؟ یا ابوالفضل خونه رو نگاه. خونه شاه هم اینجوری نبود. ایرپورت اختصاصی داره دوستان. آقای جان تراولتا ایرپورت اختصاصی توی اون لونش داشت. یک ایرپورت اختصاصی. خانم گومز که هم میگن افسور دست و داغونه رو میبینید که چه خونه و زندگی داره. نگاه کن خونه رو نگاه. آخ آخ این وانو بشینی توش. فاک چه خونه و زندگی های باحالی. بد نیست خونهش حالا نسبت به خودشه دیگه. خوبه ولی خونه شیک و دلچسبی داره. محلش مهمه کجاست. محله خوبی داره یا نه. جاستین بیبرم که توی آپارت چیه این الان؟ دفتر سایپا. ولی چقدر خونهش قشنگه. این باید ببینیم آدم نسبت به این خونه چقدره. این کوچولو داره نشون میده خونه رو. آها قشنگ چیزی که گفتم آورد. آدم نسبت به خونه رو. برگام ریخت. خونه رو نگاه. ما داریم تو سطل آشغال زندگی میکنیم اگه اینا توی خونن. اینم یه خونه دیگه آقای جاستین بربری هستش که همونطور که در صحنه نگاه میکنید. واو چاو واو. پستی که مالون شده آقای پست مالون. وای وای خونه رو نگاه کن. سینما رو داری میبینی. سینمای اقتصادی اختصاصی و حال از حال میره توی استخر. استخر آبی زیبا. سگی کوچک و خودی بزرگ.
بچه اینا برقی ها دستی نیست. یه روزی من میبینید که تو این خونه ها نشستم و اون موقعی که داره به ویدیوی خونه من ریاکت میکنه. یا این ویدیو ها رو میبینید؟ نکن خونه جنیفر لوپز نیا کن. شما فقط میدونید که تو ایران کی گرفتش، از کی جدا شد، کی به کی خیانت کرد. یارو داره تو بهشت زندگی میکنه اون وقت. مهم نیست براش. نگاه کن اینجا رو. استیج زده تو خونه. صندلیا تره دست و پان. ساحل اختصاصی، دریا، ساعت دیواری و گلدون و آتش. این از آپشن‌های خونه خانم جنیفر لوپز. طرحی نارنجی بر دیوار، آبی بر اون دیوار، سینمای اختصاصی. نگاه کن خونه رو. ایشون که دنگ وید ان گابریونیان. اونیون میشه پیاز، سیر میشه بکنم. پیاز میشد، سیر میشد. انگلیسی اونم سوخته و گمشیم بریم. با پول یه دونه از این خونه ها میشه 100 تا خونه توی افغانستان و ایران داد به مردم بیگناه. او مای گاد، این بحثا طولانیه و راجبش نمیشه صحبت کرد. کایلی جنر رو نگاه کن. عشقم کایلی جنر، بردم برات. میکروفون داشت میافتد. وای چه خونه داره، چه خونه خوشگلی داره، چه پای قشنگی داری و چه آشپز خونه که به اینجا میگم بار و اتاق مطالعه. آقای دریکو داریم، دریک رستمیان. شبیه رستم وایساده خونه رو. بچه این دوتا مجسمه های سمت راست چپ هر کدوم میتونه از 5000 دلار به بالا، نمیدونم قیمتشون چنده، خیلی بیشترن. کوچولوهاشو یادم 5-6000 دلار بود. این خونه رو من دیدم از دور. وانو نگاه کن، توی یه تیکه سنگ در رو بردن. دیزاینو نگاه چقدر ریزه. این طراحش، این کچله طراح کل خونه آقای دریک است. یه منی که قراره در آینده در این خونه برم و بیام و براتون استوری بذارم. و چی بود این خونه؟ چی بود؟ آروم شیم از دیدن این ویدیوها واقعا. یعنی باورتون میشه؟ آدم اصلا ناراحت میشه این ویدیوها رو میبینه. ولی دلیل برای اینه که شما هم باید تلاش کنید و به هر چی که میخواید برسید. چرا که نه؟ چرا که نه؟ پس ما هم میتونیم برسیم. امیدوارم من تو چند سال دیگه در این خونه ها ببینید و این ویدیو رو اون روز بذارم بگم که یادتونه نشسته بودیم مثل این بدبخت ها نگاه میکردیم این خونه ها رو و الان توش. شبتون بخیر، خدا نگهدار.